خب درود ویژن هم خدمت همه شما دوستان عزیزان سروران. میخوام در مورد آقای پاتریک کلاسون که صحبت‌های مهمی داشته، اقتصاددان بسیار مهمی است در آمریکا، خیلی از دولت مردای آمریکا باهاشون گفتگو میکنن، مشاوره میکنن و ایشون یکی از مغزهای متفکر انستیتیو واشنگتن هست و در اونجا خیلی مسائل اقتصادی رو داره جلو میبره. در مورد ایران و اقتصاد برتر ایران صحبت‌های مهمی داشته و من دوست داشتم حتماً صحبت های ایشون رو بذارم و داشته باشیم. من نمیدونم چرا فقط در توییچ احساس میکنم خیلی عقبم، ولی ایراد نداره. و همونطور که تصویر این آقا رو میبینید، ایشون پاتریک کلاسون هست. صحبت هاشون رو میریم داشته باشیم که وقتمون تلف نشه و بتونیم در موردشون بیشتر صحبت کنیم و امیدوارم که در پخش زنده مشکل نداشته باشیم. البته اگه داشته باشیم هم مشکلی نیست. در امروز که اینستاگراممون رو زدن، پخش زندمون هم که داره به مشکل میخوره، ولی مهم نیست، ما ضبط میکنیم و در کانال‌های اجتماعیمون برنامه رو قرار میدیم. حتما بالاخره صحبتامون یه چیزی هستش دیگه، خیلی بهشون فشار میاد و به هر حال دارن تلاش میکنن صدای ما رو خاموش کنن. حالا داشته باشیم ببینیم ایشون چی میگه. کاوش مدیا. The other big piece of news is that Iran's economy is not. خب میگه خبر مهمی دیگه در مورد ایران این است که اقتصاد ایران شبیه عراق یا عربستان نیست. Not like that of Iraq or Saudi Arabia. عراق و عربستان سعودی اساساً نفت تولید می‌کنند و باقی بخش‌ها هم خدمات ارائه می‌کنند. Iraq and Saudi Arabia basically produce oil. And then other than that they've got service. خب داره میگه اقتصاد ایران مثل عربستان و عراق اینه. اینا فقط نفت دارن تولید می‌کنن، ولی ایران قضیه‌اش فرق داره. خب حالا ادامه صحبتشون. But it's really the oil revenues which میگه ولی در واقع این درآمدهای نفتی هستن که هزینه‌های دولت را تأمین می‌کنن و هزینه کرده دولت است که بقیه اقتصاد را حرکت می‌دهد. Drive government spending and government spending which drives the rest of the economy. And Iraq and Saudi Arabia علاقه عربستان برای اینه که گفتم میگه عراق و عربستان نفت صادر میکنن، فقط همین. در ضمن این برای مدت طولانی در مورد ایران هم صدق میکرد. اگر به 30 سال پیش بازگردیم توصیف خوبی است از آنچه که در ایران میگذشت، اما امروز اینگونه نیست. 30 years ago that's a pretty good description of what was going on in Iran. It's not today. In fact, در واقع بیشتر صادرات ایران محصولات غیر نفتی است. Most of Iran's exports are non-oil products. Most of Iran's government revenue doesn't comes from sources other than oil. و بیشتر درآمدهای دولت ایران از نفت تأمین نمی‌شود و ایران به اقتصاد تنومندی دست یافته. آقا دیگه ته اقتصاددان آمریکاست. پاتریک کلاسون رو فقط یه سرچ کوتاه کنید ببینید چقدر شاخه. حالا شما نگاه کن، رضا دیبا، کارنشناس های بی بی سی، مناطق آقا وضعیت ایران خرابه، ایران دیگه نمیتونه، فلان نداره، اقتصادش ضعیفه. آقا دیگه شاخ دنیا تو حوزه اقتصاد داره میگه اقتصاد ایران دیگه مثل گذشته نفتی نیست. داره بررسی میکنه خیلی چیزها رو. خب ایران هم اعلام نمیکنه، به خاطر که ایران میخواد مثل همونجوری که ما حضورمونه در عراق، یادتونه دیگه، اعلام نکردیم وقتی که آمریکایی اومدن عراقو گرفتن، ما نشون دادیم که اوکی بی‌طرفیم فلانیم، سرمون انداختیم پایین، چش باز کردن دیدن که سر تا سر عراق دست ایرانه. در حوزه اقتصادی همینه، گام دوم انقلاب 3 سال آغاز شده. تو این 3 سال در فشار حداکثری چه میدونید چه اتفاقاتی افتاده؟ اتفاقات هرچی بوده آقای پاتریک کلاسون اومده بررسی کرده، میگه آقا اقتصاد ایران دیگه اقتصاد برتره، اقتصاد ایران دیگه اقتصاد نفتی نیست. حالا ادامه میگه بیشتر درآمدهای دولت ایران از نفت تامین. این برنامه طولانیه چون صحبتاشون طولانیه، همه حرفاش هم مهمه. And Iran has got a robust economy. We're talking about a country that میگه و ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که به خاطر تحریم‌های آمریکا because of the effect of US sanctions the production of تولید وسایل نقلیه‌اش فقط به 900 هزار دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است. قبلا 1.5 میلیون بود. Vehicles is down to only 900,000 a year. Used to be 1.5 million. ایران همچنین فولاد صادر می‌کند. ایران طیف گسترده‌ای از کالاهای صنعتی صادر می‌کند. در همین هم هست این حرام لقمه ها فولاد ما رو تحریم کردن. سر فولاد اینا میخوان اقتصاد ایرانو بزنن. And Iran
حالا دیگه حریف نیستن، ما ابرقدرت اقتصادی هم داریم میشیم به یاری خدا. Exports steel. It exports a wide range of industrial commodities. ایران در حال طی کردن روند توسعه اقتصادی است. ببینید من نمیخوام الکی بهتون امید بدم که آقا اقتصاددان آمریکایی به خدا مزدور جمهوری اسلامی هم نیست، 100% هم ضد جمهوری اسلامیه. آدم اکادمیکه ولی داره تحقیق میکنه میگه آقا ایران داره ابرقدرت اقتصادی میشه، قرار نیست ما جار بزنیم، برنامه داره ایران. من همش دارم اینجا برنامه‌ای رو میزنم که آقا گردن کلفتا شاخهای حوزه اکادمیک در حوزه مسئله به قول خودشون خاورمیانه چه چیزهایی دارن در مورد ایران میگن. حرف این پاتریک کلاسون رو قبول نداری، حرف این عقب افتاده کارنشناس بی بی سی و بازداشتگاه من و تو رو قبول داری، حرف این درب داغونای لس آنجلسی رو قبول داری. پس من امید الکی نمیدم که داره میگه، میگه در ایران در حال طی کردن روند توسعه اقتصادی است. امید دانا گفت پول گرفتیم از جمهوری اسلامی اینو بگیم. بابا اقتصاددان آمریکایی داره میگه، برو سرچش کن ببین چقدر شاخه. ایران is going through a process of economic development. ببین اینا چون صحبتیه که اینا با خودشون دارن میکنن، آسیب شناسی مشکل حقایقو دارن میگن. همین پاتریک حالا بیار تو بی بی سی شروع میکنه چرت و پرت میگه، چون دستگاه بی بی سی دستگاه من و تو قرار نیست برای تو یک حرف درست بزنه، قرار مغز تو رو بشوره، اونجا مغزشوییه. ولی اینجا آقای پاتریک داره با همفکران خودش حرفاشونو میزنن، فکرم نمیکنن که آقا همه حرف اینا حالا زیرنویس میشه ما میایم برنامه میسازیم، چون بالاخره داره توی کلونی انگلیسی صحبت میکنه. ولی همین پاتریک رو بیار توی بازداشتگاه من و تو، اونجا داستان فرق میکنه. بازداشتگاه من و تو و بی بی سی قرار نیست کار فکری بکنه، قراره کار مغزشویی بکنه، اونجا دستگاه پروپاگانداست. ولی اینجا آقای پاتریک داره با دوستانش در کانالهایی که کار فکری میکنن حرف میزنه، داره میگه آقا ایران قدرت اقتصادی داره میشه، توسعه اقتصادی داره پیدا میکنه، داره میگه تقریبا شبیه دیگر کشورهای اوپک مثل اندونزی و مالزی که دهها پیش فرایند توسعه را طی کردن. داره ما رو با در حقیقت مالزی که یکی از قطبهای اقتصادی منطقه است داره مقایسه میکنه. Rather similar to what some other OPEC countries like Indonesia and Malaysia went through some decades ago. Iran's transitioning away from being میگه و ایران در حال پشت سر گذاشتن جایگاهش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت و چند چیز جانبی دیگر میباشد. یعنی فقط نفت دیگه تولید نمیکنی، چند چیز جانبی دیگر رو داره میگه چی؟ اینا بخشی از قطب اقتصادی ایران رو دارن تشکیل میدن. Oil producing country with a few other things on the side. To being میگه و به سوی اقتصاد بسیار متنوع حرکت میکند، منظورش ایرانه، و ایران به سوی اقتصادی بسیار متنوع حرکت میکند که نفت یک صنعت بزرگ در آن خواهد بود، ولی به هیچ وجه هسته مرکزی اقتصاد نخواهد بود. دقیقا حرفایی که آقای خامنه ای زده داره اجرا میشه و اقتصاددان آمریکایی داره هشدار میده که آقا ایران داره خوش از وابستگی نفت میذاره کنار. Pretty diverse economy in which oil's a big industry but by no means the centerpiece of the country's economy. Iran's رهبر عالی ایران سالهاست که در مورد اقتصاد مقاومتی سخن، ببین اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای میگه دلغکای اپوزیسیون، حرام لقمه ها، بی شرافت ها، شروع میکنن مسخره بازی. دلغکای مثل صادق زیبا کلام ها، تاج زاده ها، لیبرال ها، آشنا ها، حرام لقمگان دیگر شروع میکنن مسخره بازی. ببین جمله آقای خامنه ای چقدر مهمه، اقتصاد مقاومتی. نگاه آقای خامنه ای چقدر مهمه، اقتصاددان برتر آمریکایی پاتریک کلاسون داره میگه که آقا جان رهبر عالی ایران سالهاست که در مورد اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد مقاومتی رو داره میگه، خیلی مهمه که خامنه ای ثابت کرده. حالا شما نگاه، تو تاکسی تو ایران میشینی، توی صف نونوایی تو ایران هستی، یارو شبش کل کار سیاسیش این بوده بازداشتگاه من و تو رو دیده، کل کار سیاسیش این بوده، اگر بوده اونم من شک دارم پای بی بی سی نشسته، چون خیلی از اینا پای بی بی سی هم نمیشینن، 4 تا این موبایل ورداشته بالا پایین کرده، چی رو؟ اینستاگرامو، 4 تا شاخ مجازی اینستاگرامو بالا پایین کرده.
بعد میان میشینه نظر میده نظر آقای خامنه ای، دستور آقای خامنه ای، دستور پادشاهی مملکت مبنی بر اقتصاد مقاومتی رو مسخره میکنه. به مامانت برو بخند، داری صحبت آقای خامنه ای رو مسخره میکنی. آقا اقتصاددان برتر آمریکایی داره میگه خامنه ای پدر ما رو درآورده با این جمله اقتصاد مقاومتی، با این دستور اقتصاد مقاومتی. بعد تو یه لاقبا که نهایت کار سیاسیت گوش کردن به پوریا زراعتی تو بازداشتگاه من و توه، خود جرأت میدی رهبر مملکت رو مسخره کنی. و ببین این یارو آقا آدم اکادمیکه، ببین این مسخره میکنه. شاخه تمام دولت مردای آمریکا خیلیاشون از این مشاوره میگیرن، میگه پدرمون در اومد خامنه اینو گفت. Supreme leader talks as for years about a resistance economy. But one element of the resistance. میگه اما یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی که دارد اتفاق میافتد این است که اقتصاد کشور کمتر به نفت وابسته باشد. Economy which is happening is that the country is becoming much less dependent upon oil. نهایتا تأثیر تحریم های آمریکا علیه ایران که بیشتر بر روی صادرات نفت و گاز ایرانه تمرکز کرده بود. As a result, the impact of میگه و نهایتا تأثیر تحریم های آمریکا که علیه ایرانه که بیشتر روی نفت و گاز تمرکز کرده. The US sanctions on Iran's, which have concentrated very much on Iran's oil and gas industry. میگه خیلی محدودتر از آن چه بود که واشنگتن انتظار داشت و واشنگتن مجبور شد تا بسیاری از صنایع ایران از جمله صنعت فولاد تحریم کند. اقتصاد ایران یه اقتصاد واقعیه، یه اقتصاد تولیدی واقعیه. ما فقط ابرقدرت نظامی و ژئوپلیتیک نخواهیم بود، ما به زودی و به یاری اهورامزدا ما ابرقدرت ژئو اقتصادی خواهیم شد. خاک بر سر زیبا کلام. And Washington had to branch out to target a lot of other industries like the steel industry. الان زیبا کلام میگه آقای پاتریکا من نمیتونم بگم، چون همش داره میگه این رهبر عالی، این فلان اقتصاد مقاومتی ایران، همش داره از ایران تعریف میکنه، من قلبم الان داره چجوری میشه. خاک بر سرش کنم. میگه به همین خاطر تحریم‌های آمریکا به نوعی به تحریم‌های جامع تبدیل شدن، نه تحریم‌های هدفمند. یعنی همه چی رو با هم دیگه انجام داد، تحریم هدفمندی نبوده. US sanctions have become pretty much pretty comprehensive sanctions and not targeted sanctions. That reduces و این حمایت‌های بین‌المللی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. Support internationally for US sanctions. It's one thing if the US government comes along. یک وقت آمریکا میرود و میگوید آقا نفت ایران را نخرید، زیرا درآمد حاصل از نفت مستقیما به جیب دولت میرود. حالا اینجاش خیلی جالبه. Says, look, don't buy Iranian oil. حالا بعد بگه هیچ چیز دیگه از ایران نخرید. Because the Iranian oil revenues go directly to the government and that then funds. و دولت با آن از گروه های تروریستی پشتیبانی میکند. یعنی با پول نفت. حالا for terrorism. یه وقت میگوید نه فولاد ایران را نخرید، زیرا صنایع فولاد ایران متعلق به شرکتی است که صاحب آن یک شرکت دیگری است. When the US government comes along and says don't buy Iranian steel because the Iranian steel company is owned by a company which is owned. و صاحب آن هم یک شرکت دیگر است و بعداً نهایتاً پول فروش را به حزب الله میدهد. یعنی سه تا چهار تا شرکتن که زیر دست هم دیگر. حالا اومده فولاد رو داره تحریم میکنه. It's owned by a company that gives money to Hezbollah. Yeah, that argument doesn't work so well. خب یه حالت تمسخر هم که خب قطعا چنین استدلال و یا حداقل چنین سیاستی نتیجه نمیده. So the sanctions میگه تحریم‌ها خیلی به عنوان یک اقدام تنبیهی، میگه تحریم‌ها خیلی به عنوان یک اقدام تنبیهی یا به عنوان یک اهرم فشار اثرگذار نیستن. تموم شد. من یادتونه برنامه ساختم گفتم که آقا جان این تحریم‌ها دیگه یک جای ظرفیت دارن بعد می‌ریزه. تحریم تا یه جای ظرفیت دارن، برای همینم گفتم آقا بیایم که ما باشگاه تحریمی ها رو راه بندازیم. توی ایران هم صداهایی مثل آقای حسن عباسی اینام این قضیه رو به شکل دیگه پیگیری کردن. تحریم ها دیگه اثرگذار نیست، مثل شلاق زدن میمونه دیگه. شما به یارو مثلا میگی آقا 100 تا شلاق، 10 تای اول درد داره، 11 به بعد بی‌حس بدنش. تحریم ها اینا دیگه اثر نداره، دیگه ظرف پر شده. چه چیزی رو میخوای تحریم کنی دیگه؟ داره اقتصاددانشون حرفی که ما دو سال پیش در سر فشار حداکثری زدیم یه عده خندیدن،
داره تایید میکنه. حالا اون یده که خندیدن فهمیدن به مامان جونشون خندیدن یا نه. عزیزان برانداز، خاکانداز، زیرانداز، تو توهمتون، آرمانهاتون، آرزوهاتون ما رو ببینید تفنداز. طرف اومده از جلو در خونه ما فیلم گرفته، میگه این تو سگدونی زندگی میکنه. خاک بر سر، خب داری فیلم میگیری، مردم کور که نیستن. ویلای لاکچری لب ساحل ما رو میگه سگدونی. خب دمت هم گرم، خودت دیدی در خودت فشار بهت اومد پاره شدی. چون نه این زنگ میزدی ببینیم حالی بپرسی مردی که تروریست پانکورد. آمار همه تو داریم دیگه، وارد این جزیره میشی تو پاسپورتت زده که کجا به دنیا آمدی، هر چقدر پاسپورتت آلمانی و سوئدی باشه. آره کشورت هم گفتم که دیگه یه خورده چیز بشی. حواسمون هست، خیلی چیز حواسمون. اون کسی هم که آدرس منو منتشر کرده، اون علی خان، براش داریم تو دادگاه. آقای علی کامران فرد تو دادگاه برای شما داریم، آدرس منو منتشر کردی تو دادگاه، باید جوابگو باشی. حالا برو انتربازی در بیار، داریم براتون، قانونی براتون داریم، یک قدم ازتون عقب نمیکشم، پدرتون رو در میارم. خب دیدید الان داری میگه که حتی دیگه هیچ اثرگذار نیست این تحریماشون، دیگه اهرم حتی دیگه به عنوان تنبیه هم استفاده، نه تنها اهرم فشار نیست، حتی یک اقدام تنبیهی هم دیگه حساب نمیشه، چون ایران اقتصاد قوی داره. As a punitive measure, don't really have much impact as a leverage if the Iranians. به ویژه اگر ایرانیان بفهمن که تحریم‌ها قرار است در هر صورت برای همیشه باقی بمانند. اینو ما بارها گفتیم. آقا ما میگیم ما تحریم‌ها بمونه، ولشون کنید. مرتی که حسن روحانی و اینا هی میگن بریم مذاکره مذاکره. آقا مذاکره چی می‌خوای بکنی؟ ول کن. رفع تحریم‌ها ول کن. ما نمی‌خوایم تحریم رفع بشه. ما توانایی داریم دیکته می‌کنیم به دشمن. خونساسازی تحریما، ما تحریما خونسا میکنیم، رفع تحریم که اونا باید انجام بدن نمیخوایم. آقا خاقی خامنه ای هم گفت نمیخوایم. حالا برو التماس کن حسن روحانی خاک بر سر. اقتصاددانشون هم داری میگه که ما موفق شدیم. So the Iranian attitude in fact the attitude of the man on the street is that well the United States میگه که بنابراین نگرش ایرانی ها حتی کسانی که در خیابان ها هستن این است که شاید آمریکا وعده داد که تحریم ها را بر می دارد ولی واقعا این کار را نخواهد کرد و من هم باید اعتراف کنم که عمدتا درست است. آقا داره اعتراف میکنه. مرتیکه یه حرام لقمه حسن روحانی و تیمش و اون یارو مرتیکه تاکزاده ها و اون ظریف ها و با اون مرتیکه یکی تا چیز این یعنی مرتیکه زیبا کلام ها و اینا هی میان میگن آقا اگر آمریکا بخواد تحریم ها رو برداره فرصت سوزی نباید بکنیم. اقتصاددانشون که ضد ایرانیه میگه نگرش بخشی از همین نیروهای اقتدارگرای دور آقای خامنه‌ای اینه که آمریکا وعده میده تحریم رو برمیدارن ولی ور نمیداره. بعد داره میگه خودش هم آروم صدا شد آروم کرد میگه و من هم باید اعتراف کنم که عمدتا اینا درست فکر میکنن. کی درست فکر میکنه؟ بچه ازبالایی های داخل. من نمیگم ها، آقای پاتریک کلاسون ضد ایرانی داره میگه، میگه خدایش ما هی وعده میدیم ور داریم ور نمیداریم دیگه. خب ایران هم به این نتیجه رسیده بره خونسازی کنه، داره هشدار میده به آمریکا که دیگه ما تاثیرگذار نیستیم تو تحریما. حالا یکی اینو تو کله اون یارو مرتیکه فراماسون رئیس جمهورمون بکنه وطن فروش. And I have to say, you know what? That's largely true. میگه پس بسیار سخت است که بتوان از این تحریم‌ها به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرد. اینجا رو تون صداشو کم کرد، دقت کنی. دیدی چجوری با چه حالتی گفت؟ داری میگه عمدتا درست میگه. میگه بنابراین تحریمای ما دیگه اهرم فشار محسوب نمیشه چون ایرانی‌ها رفتن سمت خونسازی. خاک بر سرتون کنم آقای زیبا کلا. میگه شما فقط میتونید از آن برای مجازات استفاده کنید تا پیگیری سیاست ایران را برایشان دشوار کنن. میگه فقط ما میتونیم تحریم کنیم، عقدمون رو خالی کنیم، یه مجازاتی بشه، یه وقتی بتونیم از ایرانی‌ها مثلا تلف کنیم. همین، مثلا مگس. یعنی تحریما دیگه حکم مگس داره که تو خونه اومده ویز ویز میکنه. What you can do is inflict punishment and make it harder for Iran to carry out its policies. But persuading. میگه با اینکه بخواید ایرانی‌ها رو متقاعد کنید که به برجام بازگردن، شدنی نیست. میگه با این تحریم‌ها نمیتونید که ایران رو مجاب کنید که به برجام برگردن. اینا
البته خیال راحت باشه نفوذیاتون تو ایرانن که البته در انتخابات 1400 کارشون رو تموم میکنیم. چرا بایدن این همه از احیای برجام سخن میگوید؟ برجام سخن میگوید؟ حالا این مجریشونه. خب خیلی تغییری در بخش اقتصادی رخ نخواهد داد. So much about resurrecting the JCPOA. Well, it's nothing that much is going to change on the economy. But there's going to be quite a ولی تغییر زیادی در قبال مسئله هسته‌ای خواهد بود که می‌گن تغییری در موازنه دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ایجاد کنه. Change on the question of the stance about the nuclear program. And there could potentially be quite a stand change in the stance of diplomatic relations between the United States and Iran. But the relatively bad news. دیگه اما خبر نسبتاً بد اینه که اینجاش مهمه که طی 10 سال گذشته به ویژه طی 5 سال گذشته ایرانی‌ها بر توسعه موشک‌ها و پهپادهای بسیار دقیق متمرکز شدند. خیلی هم دقیق، خیلی باور کن. The last 10 years, especially the last 5 years, the Iranians have concentrated on developing hyper-accurate missiles and drones. که به آنها اجازه میدهد تا آسیب‌های اساسی به کشور مقابل را وارد کنند. ایرانی‌ها پاییز گذشته توانستن به بزرگترین پالایشگاه نفت جهان به نام البقیق که حالا ما بگیم بقیق در عربستان سعودی حمله کنند. The Iranians were able last spring, excuse me, last fall, to attack the largest oil facility in the world, Abqaiq in Saudi Arabia. و این آسیب بسیار چشمگیری به آن پالایشگاه وارد کرد که کسی فکر نمی کرد بشود بدون سلاح هسته‌ای همچین کاری بکند. یعنی اینقدر موشک‌های ما دقیق بوده، اینقدر ضربه زده که میگی که جوری که ایرانی‌ها زدن بقیق آرامکو رو که پالایشگاه آرامکو بوده فقط با سلاح هسته‌ای میشد زد و ایرانی‌ها ثابت کردن بدون سلاح هسته‌ای هم توانایی دارن کاری بکنن که سلاح هسته‌ای میکنه. Very impressive damage to that facility in a way that people had thought would not be possible to do without a nuclear weapon. And the Israeli و ارتش اسرائیل خصوصا نیروهای دفاعی اسرائیل میترسن که especially the Israeli defense forces have to fear that if Iran ایران شمار بالایی از این موشک‌های بسیار دقیق را توسعه دهد، پروژه‌ای که به آن برنامه موشک‌های دقیق گفته میشن، موشک‌های دقیق که خود تو سر بقیق اینم قافیه است. Large numbers of these highly accurate missiles, what's called a precision. اینه سر موشک‌های ما دارن خودشون رو پاره میکنن و بابا چرا اسرائیل اینو که یالو میگه دوست اسرائیلی هست دیگه، چرا اسرائیل جوناتون میگه چرا میترسی؟ شما گنبد آهنین داری؟ گنبد آهنین ببخشید یادم رفت گنبد آهنی اینا نتونست موشک‌های دستساز با کپسول گاز پیکنیکی بچه‌های غزه رو حتی بتونه کنترل کنه. معذرت میخوام ببخشید حواسم نبود. میشن نمایشی گنبد آهنینشون. البته گنبد آهنینشون الان میخوان تو پاچه اماراتیا بکنن، به اونا میخوان بفروشن. یه مدت اماراتیا اینا رو آمریکایی‌ها دوشیدن، حالا نوبت اسرائیلیاست با گنبد آهنین و اینا. همونقدر که پاتریوت آمریکایی موثر بوده، گنبد آهنین اسرائیل هم موثره. فقط نمیتونه موشکای دستسازی که با گاز پیکنیکی پر میشن رو بتونه کنترل کنه و مهار کنه. چه برسه به موشک‌های دقیق ایرانو. میگه ایران میتواند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های برق و آب که واقعا زندگی را برای اسرائیلی‌ها سخت می‌کند به تهدیدی حیاتی برای اسرائیل تبدیل شود. یعنی واقعا ایران لازمه که برق و آب اینا رو بزنه. چهار تا این موشک بره سمت برق و آبشون. حالا سر آب هم که میدونی عیزان جهود خیلی چیزن، آب نداشته باشن خیلی زود هم تسلیم میشن دیگه. بری صدر اسلام جنگا رو بخونید، جنگ پیامبر اسلام مثلا با مردم بنی قریظه، بنی قیقناق، بنی نظیر، یه آماری تو اینا بگیرید یه بچرخید. چهار تا قوم یهودی درگیر بود دیگه، این سه تاشو که الان یادم بود دیگه گفتم. آبشونو که قطع میکردن اینا زود سریع میومدن تسلیم میشدن. حالا بگم ما یه دونه این موشکامون بخوره به منابعشون اینا. البته ببخشید آب موش میخورن بیچاره اسرائیلیا. دیدید بارها دیگه این نتانیاهو میاد میگه فاطمه ایران دلش آب میخواد، ما میتونیم بهتون آب بدیم. ما تو برو به مردم خود آب بده. تو حیفا اون دفعه توی اون یارو استخر آب
شیرین کن آب معدنیتون دو تا موش افتاده بود، تمام مردم شما رفته بودید آب معدنی درست که سرش بسته شده بود داده بودید، مردم آب موش خورده بودن، از این آب موشا مردم استرس زیاد خوردن و احوالم بد شد، خاک تو سرتون کنم. بعد میگه که واقعا زندگی برای استرس سخت میکنه، به تهدیدی حیاتی برای استرس تبدیل میشود. یعنی کاری ایران میکنه آب موش هم گیرتون دیگه نیاد، داره اینو میگه، میگه موشک رو بزنه به منابع آب موشتون دیگه آب موش هم ندارید بخورید. Water delivery system in ways that would make life in Israel really difficult. So the bad news. میگه خبر بعد این است که ایرانی‌ها در زمینه ان اینو بزنید تو سر میانو مرتکه زیبا کلا. بزنید تو سر این یارو رسانه بازداشتگاه مناتو. بذارید تو سر تمام دشمنان وجودی ایران. گوش کن، خبر بعد این است که ایرانی ها در زمینه انواع فناوری ها پیشرفت خیلی خوبی دارن و پیشرفت دارن میکنن. فناوری ها، همه فناوری ها. حالا دقت کن چی میگه. Is that the Iranians are getting good at doing all the kind of high-tech things, and I haven't even mentioned. و البته هنوز توانایی های آنها را نگفتم. تازه توانایی های ما را هنوز نگفته. میگه این میتواند راهی به سوی آینده در توان نظامی باشد. یعنی ایران انقدر توانمندی داره که دیگه این نگفتش. That could be the way of the future in the military. And it's not clear that nuclear weapons. حالا جمله کلیدی اینجاست که آخر صحبتشه. میگه و معلوم نیست که سلاح هسته‌ای تا 20 سال آینده برای به خطر انداختن کشور دیگر خیلی موثر باشد. یعنی دیگه سلاح هسته‌ای داره میره قدیمی شد رفت. 20-30 years from now that countries hold other countries. خب داره میگه سلاح هسته‌ای که اسرائیل داره یا ما تو آمریکا داریم تا 30 سال دیگه بدون استفاده میشه، تاثیرگذار نیست تو جنگا، چون سلاح‌ها و فناوری‌های جدی‌تری وارد بازار میشه. سلاح لیزری، شاید اون باشقاب پرنده‌هایی که ما گفتیم، بالاخره ما با یک فناوری و یک تکنولوژی RQ-170 اینا رو بدون این که خراش بهش بخوره زمین نشوندیم. ما اینه، ما اگه بخوایم کسی نفهمه کشتی اسرائیل رو میزنیم کلی خراش مراش تیزی میزنیم بهش، نخواییم خراش تیزی بهش بخوره خراشی بخوره RQ-170 رو سالم میشونیم رو زمین. بخواه یه فناوری پشت قضیه است. این بابا داری میگه که آقای پاتریک کلاسون داری میگه که ایران انقدر تو فناوری‌های دیگه داره پیشرفت میکنه که من هنوز باز نکردم توانایی ایرانو بگم و نمیگه. میگه ولی انقدر توانایی ایران بالاست که تا 20-30 سال آینده اصلا دیگه سلاح هسته‌ای بازدارندگی نداره، چیزایی بالاتر از سلاح هسته‌ای میاد و ایران داره اونا رو. داره این میگه، این حقایقی است. برای همین حالا یارو میگه آقا جا آمریکا حمله کنه، غلط میکنه. چه جوری حمله کنه؟ ببخشید، کسانی که تصمیم گیرنده حمله به ایران در آمریکا هستن مثل شما عقب افتاده اپوزیسیون نیستن که تر بدن برید مثلا رو تراس همدیگه رو بشناسید، یا مثلا بگن که آقا چهارشنبه سفید کنیم، یا مثلا بگن که آقا شبا چراغاتون رو خاموش کنید، یا برید در خونه این بچه حزب الله یارو زنگ بزنید فرار کنید، یا چه میدونن در خیارشور رو باز کنید توش توف کنید ببندید نظام به هنهن میافته. که اونا که عقب افتاده مثل شما نیستن، بررسی دقیق کردن ایرانو، میدونن حریف ایران نیستن. قربونتون برم، دمتون گرم که امروز با من همراه بودید، خیلی ممنون و سپاسگزارم که برنامه رو دنبال کردید. شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای ایران میسپارم. پاینده ایران و بدرود و سپاس از همه لطف و مهری که دارین در این برنامه. چندین دوست کمک مالی کردن، شرمندم کردید و خیلی ممنون که هستید و برنامه رو در سطح گسترده پخش میکنید. این پخش کردن برنامه از هر چیزی مهمتره. این انرژی که شما میدید و این باعث میشه که من هی محکمتر تو صحنه وایسم و قدمی پا پس نکشم به دشمنان ایرانم بگم تهدید و ببین اولا یه مدت خواستید منو بخرید بعد حالا تهدید میکنید، فایده نداره. ما مسیرمون رو شناختیم، خوشبختانه از نظر مالی و خیلی مسائل هم اشباع شدیم، یعنی نیازی هم ندارم به خاطر مسائل مالی یا چیزی هم بخوام مسیرم رو عوض کنم. این مسیر ایران پرستی است، تا ته قضیه هم میریم و خوشبختانه دیگه سرد و گرم چشیده روزگاریم دیگه، میدونیم کجا باید وایسیم، وایسادیم و پا پس نمیکشیم و به یاری اهورامزدا شکوه ایران رو هر روز بیشتر از دیروز داریم میبینیم، تماشا میکنیم، انرژی میگیریم و خوشحالیم از این قضیه. بدرود.